خلاف بود باید جواب بگه به مردم خود. چرا مردم شما 3 بار از بستر شورای ملی اهانت شدن؟ چرا؟ ما ضمن که انتقاد به وکلای دیگه اقوام داریم، باید از وکلای خود هم انتقاد کنیم. چرا غایب بودید و چرا رأی سفید دادید؟ از این هم گذشته برادران و خواهران، سند است. برخی ها کمر بسته بودند، گروپ به گروپ گشتند که باید به اینا رأی ندید، به اینا رأی ندید. از خود شما باید بگم میرن انتقاد ما به کلیتش اولوسی جرگه سر جایش، اما بیشترین انتقاد و اعتراض ما به نمایندگان ماست که رأی سفید دادن و غایب بودن و تخریب کردن. تخریب میخلی و امثال ما نبودن، تخریب و اهانت مردم ما بود. اونجا باید جوابگو باشند و هر جایی که هستن نمایندگان ما، چه در کابل چه در ولایات. اما ما بار دیگر تلاش کردیم، همونطور که در دوره‌های قبل وقتی که وزرای شما رأی نیاورد تلاش کردیم که جایگاه شما خالی نباشه، ولو به عنوان سرپرست. سرپرستی را از طرف جناب رئیس جمهور منظور کردیم و مردم ما در کابینه وزرای خود را ببینند. و امروز بسیار واضح میگم، یک جایی که مانده وزارت چهارم شماست که ما قبل از کنفرانس هم با جناب رئیس جمهور صحبت داشتیم که باید سرپرستی وزارت چهارم مردم هم مشخص شود، جنابشان بعد از کنفرانس کابل واگذار کرد که کنفرانس کابل هم الحمدلله بسیار به خوبی و موفقیت سپری شد. امیدوار هستم به زودی جایگاه شما در کابینه مانند گذشته تثبیت شود و هیچ گونه در این راستا چیزی نباشد. من جا داره اینجا برادران و خواهران نمازگزار، کنفرانس کابل را و شما مردم نمازگزار و از این تریبون به همه ملت سرفراز افغانستان تبریک بگم. کنفرانس کابل یک موفقیت بزرگ و تاریخی بود برای ملت افغانستان و دولت افغانستان و مردم افغانستان، و ما بر خود میبالیم که امروز جامعه جهانی حدود 70 کشور چه نماینده های دولتیشان چه مؤسسات معتبر بین المللی در این کنفرانس حضور داشت. در تاریخ منطقه ما کم سراغ دارم، در تاریخ افغانستان که اصلا وجود نداشت. به علاوه این که جامعه جهانی در این کنفرانس حضور گرم داشتن، حضور به سابقه داشتند، اما این کنفرانس برخلاف تحلیل ها و انتظار ها بسیار موفقانه با نظم، با برنامه، با امنیت سپری شد که جای شکرگزاری برای ملت افغانستان است. ملت افغانستان در هر گوشه‌ای که باشند بر خود ببالند که به این توانمندی رسیدند که امروز یک کنفرانس بزرگ بین المللی مثل کنفرانس کابل را برگزار می کند و با خوبی و موفقیت و سربلندی به انجام می رساند. و از طرف دیگه از تمام جامعه جهانی ما تشکر و سپاسگزاری می کنیم که یک بار دیگر ثابت کردند که با حضور خود در کنفرانس کابل در کنار ملت افغانستان هستند، در کنار ملت افغانستان. یک واقعیت بسیار روشن و درخشان است که ملت افغانستان جامعه جهانی را در کنار خود داره برای قمم بخشیدن فصل جدید، برای یک افغانستان مرفع و پیشرفته. برمیگرده به اداره ما و مردم ما که چگونه از این زمینه ها استفاده کند یک بحث دیگه است.
که چگونه ما دارای ظرفیت شویم، چگونه فساد را کم کنیم، چگونه یک سری پدیده های منفی که در اداره ما وجود داره کم کنیم، این بحث دیگه است. و بار دیگر هم میگم باید ما به سوی اصلاحات بریم، از این شرایطی بسیار درخشان و طلایی که نصیب ملت افغانستان شده استفاده کنیم، و الا همیش این زمینه برای ما نخواهد بود. این مسئولیت دولت افغانستان است و مسئولین کشوری که باید ما از این فرصت بسیار زیبا استفاده اعظمی را بکنیم، استفاده اعظمی را. اما در رابطه با جایگاه شما بحث داشتم که مسئله کنفرانس کابل آمد پیش. ما در صد کابینه تلاش داریم و مطمئن باشد نیات رهبری کشور و مسئولین دولتی بریست که باید هیچ گونه خلایی در این قضایا پیش نیاید. هر ضعفی که ما داشتیم در پارلمان او بحث علایده است، اما ما در حد حکومت و دولت و رهبری کشور هیچ قومی را بنا نداریم که احساس خلأ کند از نگاه جایگاهش. ما تبریک میگیم به شما مردم که امروز یک فرزند شما قمندانی عمومی قوت‌های زمینی دولت افغانستان و اردوی افغانستان را به عهده دارد. این یک موفقیت بزرگی است برای همه شما. این خود بیانگر تصمیم دولت و رهبری کشور است بر مشارکت ملی. امیدوار هستم شما مردم در ریاست امنیت ملی که همیش در رهبریش جای شما خالی بود، در این دور جایگاه مناسب را داشته باشید و از این جهت هم احساس آرامش کنید. و ما امیدوار هستیم که به زودی یکی از مربوطین شما در ریاست امنیت ملی هم جایگاه خوبی را داشته باشد و این تلاش وجود دارد. و ما بنا داریم همه نهادهای ما ملی باشه و مشارکت ملی در اونجا تمثیل شود. تلاش در این راستا جریان دارد. نکته دیگه ای که عذر میخوام که وقتی خطبه های نماز جمعه رسیدم و من بسیار ورخطا گپ میزنم، امزی جد گپ زیاد دارم. پیاده شدنی عدالت به طور عموم است. آرزوی ملت افغانستان در این شرایط پیاده شدن عدالت است. رنج مردم افغانستان در همه بخش ها بی‌عدالتی است. رنج تاریخی مردم افغانستان، رنج بالفعل مردم افغانستان و ظلم است، چه از طرفی داره و چه غیره داره. ما در مارجه وقتی که رفتم خوشحال هستم، این هم باید یادآور شم، اما علاقاتی که به سود رفتنم را رنگ و بوی قومی میدهد. چرا اندک تأمل به مارجه رفتنم نمی کند؟ ما در مارجه وقتی رفتم که هیچ یکی از مسئولین کشوری نرفته بود. تازه از تسلط طالبان اونا آزاد شده بود. وقتی که با مردم مظلوم مارجم نشستم و صحبت کردم و در روی خاک مانند خودشان نشستم، درد دل اونا نارشنیدم، یک عامل که او مردم به دامن تروریسم و طالبان انداخته بود ظلم اداره قبلی ما در اونجا بود. ما آرزو داریم که عدالت باید در کشور پیاده شود. پیاده شدن عدالت در همه عرصه ها، چه در انکشاف باسازی، چه در حضور اقوام و مردم در اداره، چه در مسائل دعاوی و فیصله های حکومتی و